به تاریکی دیدم روشنایی می‌بینم، من به تاریکی دیدم فکر نور و چه سنگی می‌رنگ، من به تاریکی دیدم که سیاه سبز برد و چه خواهد، من به تاریکی دیدم تخم نیلوفر و آواز قناری بود و هواپیمایی که در آن اوج هزاران پایی خاک از شیشه خود پیدا. سوم از مسافرت لس آنجلس و امروز روز بسیار مهمیه که ما فیتینگ داریم و الان ساعت 10، ساعت 1 میان دنبالمون، ولی من گفتم که نمیشه، ما باید پاشیم بریم بدویم و کارمون اصلا من کف کردم، من میگم با بذار برم این دیگه خسته شدیم از اینکه تو هتل منیوش خیلی تکراریه، گفتیم بریم مثلا اینجا یه قهوه‌ای بخوریم این روبرو، گفت نه بیا همونی که دیشب رفتیم که تو دیدی تو ولاد، گفت عوض اینکه با اوبر بریم بدویم. منو میگی گفتم سرت چپ شد مثل که به جایی خوردم، من بالش کو بودم تو سرت چی شد. خلاصه ما داریم بریم بریم بدویم یه جوری. حالا البته همینجوری بخوایم راه بریم میرسیم، در نتیجه بعد بدویم. خب بدو شروع کن به دویدن، من اینکه فیلم بگیرم. تو هم اینجا دوید. این کیف پولم گذاشته بودم تو، چون که کیفیت نداره کیفاش، من فقط میگم میدونم دلیل پایین مفقود الاثر نشه، بده من زیپ دارم. حالا آقا امروز روز مهمی، با ما همراه باش. بفرمایید این شما که مثلا یه حالت مقام اول ماراتون رو رفت. زنده باد صدف خانوم. اینم جایزه صدف خانوم، یک لطه بسیار بسیار خوشگل که آدم دلش نمیاد اصلا بخوره. خوبم دلم. جایزه ماراتون رو شما بردی، 5 دقیقه دویدن، آفرین. شکر دیخته؟ شکر بیارم؟ او تو آکای بول گرفتی؟ آه جی 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 جینگ نیتینا؟ نو تنکیو. منم که اونجا نشستم مثل اینکه خودم خبر ندارم، اینم که اینجا نشسته یکی دیگه. این غذای من برزیلیه و سرشار از فایبره، سرشار از چیزای خوب و ویتامینه. چرا همش املت دار بخوریم؟ چون میکنم بخوریم هم هلتی بخوریم، چی میشه باید؟ بخور ببین چه جوریه. مال منم که نمیدونم، حالا ببینیم خوشمزده است. من این شیره رو یعنی باید بریزم این رو خشکه؟ آره دیگه ترش میکنه ولی خوشکه. سلام، وقت بخیر. سلام علیکم. خب شما کافیو زدی و اومدی که چی بشه؟ آره دیگه اومدیم رفتیم حاضر شدیم. بعد من یه هایدم بسید که مثلا به شما نگفتم که جریان چیه. حالا الان نمیتونم بگم، چون ما هستم بزن. خب دوباره این دوست عزیزمون اومد که خب فارسی هم حرف میزنه، ولی این دفعه دیگه حواسمون جمعه. چقدر شما رعایت میکنی این سیستم و عزیزم؟ خب گرفتم دیگه، از بغلاش داره میزنی. الان کرونا بگیریم تقصیر تو. نگفتی بالاخره کجا داری میری؟ آقا من به شما الان میگم که کلا جریان این مسافرت ما چیه. شینو که دیگه میشناسین همتون، دیگه هزار بار دیدین که من باهاشون کار کردم و گفتن که خانم صدف شما بیا با هم یه کالکشن برای تابستون بدیم و اسمشو بذاریم صدف اکس شین و خیلی هیجان انگیزه این قضیه، خیلی زیاد. حیف که نمیشین کل صورتمو ببینین، ولی فکر کنم از همین چشام هم داره منتقل میشه این. خب یه لحظه نفس نکش بیا کن. خب بعد هیچی، حالا ما الان اومدیم الی برای این کار و 2 روز شوتینگ داریم، پس فردا و روز بعدش. امروز هم روز فیتینگه که میریم اونجا و لباسا رو من همه رو پروف میکنم، انتخاب میکنم، چون انتخاب کردم ولی باز میخوام از اونا باز انتخاب کنم که دیگه اونایی باشه که دقیقا خلاصه دوست دارم. و خلاصه که خیلی پروژه هیجان انگیزیه و خیلی پروژه بزرگیه
برای همین همین آقا بریم ببینیم چی میشه دیگه. آره خدا خدا اینم از که تبلیغ دوشه. It's easier with sound here a lot too. When you're like shooting with تبلیغ صابون هم میشه کرد اینجا. اینم یه استودیوه. باورتون میشه؟ It's beautiful. این دستشویی خیلی خوشگلی که میبینین مثلا اینه. سنتوش چیز میکنن ممکنه استودیو باشه. ممکنه که دستشویی خودت هرون این خانم گفت میخواد الان خیلی سریع تست کووید کنه از همه با هم دیگه مجبوریم اگه کووید داشته باشیم اینجا معلوم میشه and then you're going to swab each nostril for like as high up as you can go but don't make it too uncomfortable 10 seconds each side. Hi, dear. You walked in the door. I do. Okay. What do we? I think it's touching my brain. You're doing it right. Yeah. Wait, how long is this? Oh, geez. Yeah. If you say oh, geez, you're going the right. And then the other side. Yep, other side. Wait. Perfect. And then after you're done with that, I just gave you guys one of these. Go ahead and unpeel it and then swirl around in the liquid for like another 10 seconds. من باید خودم برم اینو بکنم. Since we have our overseas team in China, they send them over. Like, oh, yeah, baby. Thousands and thousands of packs. I'm going to do it in a minute. Okay, no problem. Sure. No problem. Thank you. Okay, and then after you're done with that, you can take the Q-tip out. Put the Q-tip for here for now. And then I just gave you a cap. Go ahead and take the cap, pointy side up, and put it into the tube. Yeah, stick it on in there. داستانی داریم به خدا. Okay, three drops into there. میشه اندماغ و... COVID. Like I just want to. Next week, yeah, it's like right in between where I'm going to get the second dose. Oh my god. Okay, which one is the yes? Okay, so you're going to wait till the red goes all the way and then one line is negative, two lines is positive. Oh my god, it's exactly like a pregnancy. Yes. I'm positive. مثل تست حاملگیه بچه ها میگن. ولی همین الان بهت میگه این کووید داری. بعد اگه یه لاین بیاد نگتیبه، اگه دو تا لاین بیاد تبریک میگم دختر. سه قلوه. وای اینجا رو ببین صدف. صدف جان. گود لاک. به قول معروف. چند جو مثل در مسجد شده. کفش به سر چقدر حالا لباسش دیگه رو. این همه رو باید این امتحان. صدف خانم خسته نباشین. چی شد دیگه؟ چی شد؟ انتخاب کردی؟ الان میگیم کبابو بر بدن میزنیم. به به با عزیزان میخواییم بریم کباب بخوریم با تیم. کجا میخوای بری؟ همون همیشگی و همون همیشگی رو میخوام. من اصلا قطعا صدف همینه. کلن همون همیشگیه. بریم که تو هم کم انرژی بگیری. صدف خانوم چه رژیمی چه برات مگه قرار نبود برات تبولی بیاره و اوتمیل و اینا این چی خودت با خودت
بزن ببینیم چی آورد حالا برات. چه اوت دیگه میشه دیگه. هر دفعه چی نشون میده. آی جان. یه سلام کن بابا. سلام کن. آقا صدف خب یکم غذا چون زیاد خورده بود. بابا غذا چیه؟ اوکی. شلوار من همینجوریش خیلی تنگه، در این حد که من نمیتونم دور داشتم مثلا کفشم بود من. بعد من نشستی بدترم این فشاری میشه. گفتم بذار من اینو باز کنم، این دستمال توفه رو گذاشتم دوش که بتونم غذا بخورم. بعد اومدم پاشم رو فرسر این بری کردم که هیچکس ندیدی که سیخم. آره من اینجا رو ببین. گفتم صدف دوربی خلاصه من نمیدونم تا اونجا گفته باشم من نمیدونم نه بابا دوباره یه روز دیگه یه صبح دیگه بچه ها سلام دیگه بچه ها سلام ببخشیدا من همین یه دونه لباس آوردن تا واقعا فکر نمی‌کردم که اینقدر دیگه حالا بذارم پوش ورزش اینا ولی امروز من تازه کلاس ورزش دارم یه ساعت بوده یه دیگه ولی گفتم برای اینکه بخوام صبحونه بخوریم باز تا رستورانش بدویم چون اینجا همه چی نزدیکه ولی مثلا یه رو ولی من گفتم من نمیدونم یا با دوچرخه میام که اینجا از اون کوچولا ما رو صدف اگه بخواد یا اینکه من همینجا را میام چون من انقدر دیگه تو این چند روز ورزش کردم خدای بدنم سر شده یعنی دیگه از بی‌حس و درددار شده به خودم ولی ایشون میخواد بدو همچنان حالا قراره آدرس رو به من بده من خودم بیام اون خودی صدا بدو میاد من نمیدونم لباس پلوخوری پوشیدم علیه خوشه ای کل لاغرم میاد ای جون اینو که گفت اصلا خراب شده علیه تو لاغر خوشه ای کل نیستی تو همچین سیکسی نه منظورم میگه تو همچین پلوی خوشه ای پول نمیام آقا ما رو بالاخره آورد. یه چیز جالب بهتون بگم. من میدویدم علی راه میومد. بعد مثلا سر هر چهارراهی که من میرسیدم خب بعد وای میسادم که چراغ سبز برام دیگه. بعد میذیدم مثلا 10 ثانیه بعد علی رسید. بعد داشتم فکر می‌کردم یا من مثل اسکولا میدوام. من چقدر خودم. یا علی مثلا قدم قول داره. جان که میره با دویدن. بعد ما چشی گرفت. من که میدونم یکم یه دور میشه اینم شروع به دویدن نه من نمیدونم من اینجوری میکنم اینجوری آروم آروم ولی خیلی قدمای کوچولو من که وایستم خیلی ناز یه ذره مونده به من دوباره راه میاد یعنی فکر میکنی من از خست این کارو میکنم خب بله میخوای مسابقه بدیم آخه خودش جدی گره بابا بچه مسابقه جدی نگه آخه امروز انقدر هوا خوب شده چیز نشود عکس العمل نشون نداد تمام این چند روز انقدر سرد بود که امروز خوب قربون تو برم من این همه ورزش کردم از صبح حدود 5 دقیقه و 30 ثانیه دویده دیگه باید الان بشینه استراحت کنه و قهوه بخوره و بعد امروز هی من داشتم فکر کردم که من که دیگه میخوام امروز تقلب کنم بردارم یه فرنچ توست بزنم بر بدن اصلا کیف کنم بعد هی اومدم به آخر سر از آن بویزن گرفتم هی حالا صبحونم که بیاد میبینیم یه جوراییه که انگار پامو گذاشتم یعنی اصلا... و بسد هم تقلبه رو کردم هم نکردم این زندگی ماه میبینی؟ تازه یه چرونایی بردی آخه؟ نه یا بردم اصلا تازه من گفتم امروز چقدر هوا خوب شده و هوا گرم شده ولی باز باده بعد من اومدم الان تو آفتاب حالا رفت دیگه ولی میدید دیگه موسیقی دیدی؟ بیچاره سگه چه گیری افتاده بکنم خودشه میخونه از این آرتیست هایی هستم تو اله هیچی یه دفعه از بین میرسید سگه رو تو چر کلن لقبه میگیره تا برسن فهمیدی چی گفت؟ گفت دون کال می گو کال یور اذر گرل فرند آی گات ا فرنچ سوس کرامبل ویت بیکن دتس ماین فور دی لیدی ویت سلایدرز ثانک یو ببین حالا من به شما گفتم این قسمت قضیه صبونه سالمه این قسمتش هم که قسمت تقلبه این بیکنش هم احتمالا نخورم شما به کلا سالم کار کردی
البته کراسان همچین هم سالم نیست، اصلا این سالم. یه پاش این برای یه پاش اون برای. نوشه جان، ما اومدیم خیابون وست وود، اینجا خیلی باحاله. ببین انتشارات پارس، انگار رفتیم ایدون انقلاب. عشان کتاب های مختلف داره، گالری ستاره. اوله ایول صدف هم که کتاب سرا، چقدر کتاب فروشی ایول. شاتر عباس، شاتر عباس. ما اومدیم که پیتزا ایرانی بخوریم، البته علی بخوره. آره من بخورم، صدف فردا اون کار مهم میشه، یکم بعد مثل که دو روز دیگه طاقت بیارم میتونم یه روز بهتر تا برنامه بعدی که تقریبا یه ماه بعدشه میتونم فعلا یکی دو بار دیگه چیز کنم. آره یکم امروز بعد دهنداری یا نداری میشه گفت بکنه که نداری. ولی من میخوام پیتزا ایرانی بخورم. یکی از دلایلی که من میرم ایران پیتزا ایرانیه. خب الان دیگه اومدیم همین الهی میخوریم. حالا بخوام خوب باشه مقایسه کنم ببینم چقدر فقط تفاوتشه. خب ببین مثلا اینجا عتیقه، عتیقه فروشی ایول. این یارو اضافه کاری کرده، خارجیه، بعد فارسی می نوشت. جردن یه سوپرمارکت بود همینجا، اومدی در اله هم زده تمام سیستمای های استخان کمرباری، کمرباری که من دوست دارم. به به باش جا داشته ایور، یه دونه استخان که برای یه شاتر عباس هم اینجا داره ولی میوه میفروشه. شاتر عباس مگه میوه فروشی بود؟ اینو شاتر عباس. حالا من شکار بیشتر میکنم. اینو کتاب سرا، یاده اون کتاب فروشی سر فاطمی و سر فاطمی افتادم، اسمش یادم نیست. ببین ولی من از این چرا میکنم لباشت که آنو دیگه لباشت که مشکل میخوام. همه رو میخواد، همین الان میخواد همه رو بخوری؟ آنی جنگلی میخواد و فردا و همه یه سرکه چیز چی؟ سمبوسه، بستنی. چقدر خوبه بوش، اصلا بوی خودت. آره بوش درسته، بوی پیتزاش درسته. ما تا پیتزای ایران میده منو شده بخور. من دیگه تحمل ندارم، من قطع میکنم. خب ببین سس که داره، ولی ما طبق معمول چون میریم میرفتیم هر جا باید سس هم میریم. آویشن بیاریم، آویشن فکر کنم این. آره آویشن بیاریم، آویشن دیگه این فلفله. آره آویشن بیاریم و یه چی داره آماده. خرسی شد روش بریزن. خب تا کجا میدونی؟ خب این سوپ جوی منه، این بیچاره ماران یعنی آسایش نداره از دستم. اون آش رشته بود، اینم که سمبوسه و سالاده، اینم که دوغه و شما دوغی که گاز داره هم زدین و اینجوری باز کنید، هیچ وقت فاجعه به بار نمیاره. قشنگ برعکسش کنید، اگه قراره بریزه میریزه تو همون لیوانی که بعدا قراره دوغتون رو بخورید. بذاره دستت این برای پریده گیر چون من نمیبینم. آها و تمام. تمام؟ آره دیگه، یعنی مثلا گازش در میاد خرکتر آمس که آره آمس تمام. خب اینم که سالاد من آورده، منتظریم که پیتزا رو بیاره. خب اینم ساندویچ کتلت بنده، بعد هنوز ولی چیزای دیگه نیومده. خب
ببینم بچه بیوتی های عزیز و یه دونه هاپو بیوتی و خوشگل هم اومده. قبل از اینکه پیتزا رو بیارم و چقدر خوشگل این هاپو بایدی، خیلی با مرده، خیلی با مرده. خب چقدر بامزه بود. آره ببین پاپیه قشنگ تو دست میومد، خیلی بامزه بود. خیلی اینم پیتزای ما خودشه. خیلی ممنون. خدایش خوبه. خوبه یکی بگی نه نه مرسی خداحافظ. چی؟ یکی گفتم که خیلی برد با مکسی گفتم مرسی. نه تو گوارا گم شد. معجون چی داستانه؟ معجون مثل که یه میکسی از همه اینا. اوه 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 اوی 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 وا مگه رژیم نیستی تو؟ این که دیگه به رژیم کار نداری. این بدتر میشونو میبره هرچی خود رو. چیه به نظر شما؟ این که چی کار می کارش چیه این بگو؟ کار چیشیه؟ همین این میشونو میبره. دلتون نخواد. من خودم رو گفتم. خوبه؟ ادب. با نون بخور سیرشی میخوای بگم نون بیاره تازه. خوبیش اینه که چیز از این چرت و پرتای مسئولی دوست صدا خانم آفتاب بدم خدمتون. کجا داریم تشریف بدم؟ یونیفورم بازم میداریم. خواهش میکنم یونیفورم ساحل رو پوشیدم و دیگه. چه یونیفورم شیکی؟ خب زمین به دست باید داریم یه کم سبزی کنگر رو یه هم بزنیم کاری بکنیم. اون کاری زن عقب افتاد واسه هم میگفتیم سریع استفاده کنیم چون من خیلی به دلم مونده بود که ما آخر نمیتونیم این ساحل اینجا رو بریم. ساحلش هم با حاله، من دوترش اومده بودم. فرصت استفاده میکنم و غنیمت میشمارم که چیز کنیم بریم ساحل. چقدر تیپ شما قشنگه. اتفاق خوب خیلی بادی و چیزه. حالا امیدوارم یخ نزنی بتونیم یه لذت بده. بدک نیست یه جورایی کلا چون ماسه هاش مثلا گرم. خیلی نزدیکی داریم. ببین از اون بغل ما ببین. احتیاط کن اینا میان سکوتر میان. ببین ولی شما هیت نگیرین، آفتاب نگیرین. به من دکتر گفته چون من ویتامین دی در حد آفتاب زدی یا ندادی؟ در حد تو دیواره. در این حد که دکترم گفته که شما روزی نیم ساعت باید آفتاب بگیرید. واسه همین من فکر کنم الان کم بوده ویتامین دی در بدن من خطرش بیشتر از سرطان پوست. برای همین این به اون چیز شده. ولی شما آفتاب نگیرید. حالا ما از این صحبتاتون در مورد ویتامین ساحل معروفی اینجا کنم ساحل سانتا مونیکا.
اینم شهر بازیشه. شهر بازیش. یه برنامه دیگه هم که امروز داریم اونم انشالله کنسل شه، میتونیم شهر بازی هم بریم. یعنی کلا کارو بمالونیم به همه. صدف سرده شد طبق معمول. آفتابش داغه که. این باد نمیداره. پالتو میپوشیدی میومدی حداقل. ولی من واقعا نمیدونم چی شده الان ملت کنه لخ. ببخشید. اینجا خوابیدم تو. یعنی واقعا خنده است این بر من بیام عقب بگیرم. رو نداره. چی آخه اومده کنار ساحل؟ بابا عیب نداره در بیار، حالا یخ نمیزنی که. او بیواچ اومد. ببین بیواچ داره به یکی میگه آقا بیا. فکر کنم رفته اونجا. دیر کرد آقا اینو میگه. چون الان دریا مثل مناسب نیست برای. دریا اصلا مناسب برای شنا نیست الان. صدف اومده ساحل. پشت به دریا. این دریاه. این صدفه الان یه یروبی از هم دیده چسته. نه خواستم پشتم رو کردم بهش با این بادش خاطر اینکه ما اون برای نشستیم تمام حلق الان من حرف میزنم یه دندونا ماسه هست. خیلی بادش شدیده. ماسه تو چش و چال و دک و دهن و گوش و حلق و بینی و همه جا میره. همه جا. یعنی همه به سمت دریا، صدف به سمت هتله. جی 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 جین هزار ماشاءالله. صدف خانوم چه خبره؟ چه خبره؟ چیه داستان؟ مثل این اینایی که فود بلاگرن چیه؟ همه چی دور خودشون جمع میکنن. صدف جون نشستی داره اینجور میخوری شما و... فکر نکنین که ما فقط در حال خوردنیم. ما درسته که الان توی ولاگ اینجوری که شما ببینین از رستوران اومدیم، ولی اومدیم من دو تا کار مهم، اون چیزی که صبح کنسل شده بود بعد مجبور شدیم انجام بدیم، انجام دادیم. کارهای اصلمونم کردیم. یعنی الان که من دوباره اومدم دور خودم بساط چیدم، مثلا چند ساعت قشنگ گذشته. ما ساعت 4 و 5 رفته بودیم رستوران، الان ساعت 9:30. خب بعد نگین که اینا همش میخورن و فلان و اینا، هیچی دیگه. خلاصه اینو بخوریم یه استراحتی کنیم، بعد پاشم برم همون ملاک بزنم و یه سری کارا بکنم و وسایلو جمع کنم توی یه دونه کریان کوچیک، چیزی که بعد فردا ببرم و بذارم بخوابم به زور به زور که فردا قرار زود پاشم بتونم. خلاصه که حالا بخور تو فعلا قهر زدی، یه وقت چیز نشه عقب نمونی، بذار خودم بیام تو تصویر. تو تخت خواب کجا آمدی؟ من مگه بی دعوه بابا برم؟ من مگه گوشتت؟ دیگه حالا وقتی سفره بازه من چرا نخورم؟ بیا بادم پسته های بچه بیوتیوب. نه اتفاقا خیلی حواست، چون زیاد گوشتم نیست میدونی حواستش کردم، حواست این لواشکو ترشکایی کردم اینا. الان میرم اون گوشه میشینم میخورم. بدونم؟ من باید بدم بعدم حالا. دیگه دهن نیست عزیزم، سینه به درد تو نمیخوره. شما برای اون پروژه بزرگت میخوای بشینی آلوچه لواشک بخوری؟ بعد فردا برای پروژه بزرگ تمش تو دستشویی از داشتم فکر می‌کردم که اون بخورم که بشوره ببره دیگه راش صاف شه. واقعا به شرط که زود از سر کنه. روز موعود فرا رسید. چی من ولی آرتیست اول هنوز خوابه، یعنی خواب نیست، خودش زده به خواب. الان زد چی شد خوبه؟ صدف پاشو پاشو و بریم، نیم ساعت دیگه و بریم، 10 دقیقه دیگه میام.
باشین آقا، باشین، زود باشین، زود باشین، تنبلی بسه، تنبلی بسه. باشو باشو، ببینیم شما را. تازه داری لاک میزنی؟ وای خدایا الان میاد یارو، ولی نمیم بده ها آدم درده این نودی باشه همه کارش. مورنینگ بپا. چه احساسی داری صدق جانم؟ داری میری فشن مقت بسته ای؟ فقط احساسی میدارم که دیشب نمت آدوشه میخوردم، میزنم به خودم خوش. چی پی هم زدی؟ به قول خودت دیشب میگفتی زرشک طلایی میگیری، فیفا پسته طلایی میگیری. آخه میدونم چون مثلا قرار همش کثیف شه، همش داستانش در بیاد و چیز بشه.